على اهل بيتك المظلومين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين ولعنة الله على اعدائهم ابد العابدين ودهر الداهرين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ويجددون العزاء جيلا بعد جيل. روز ولادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و علی آله المعصومین که جبرئیل خبر داد از واقعه کربلا و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت صدیقه سلام الله علیها گریست. فرمود: چه کسی پس بر فرزندم عزاداری میکنه؟ شما هستید؟ فرمود: نه. پدرش هست؟ نه. حدیث هم تواتر لفظی داره، هم تواتر معنوی در کتب فریقین. فرمود: من هستم؟ نه. برادرش هست؟ نه. پس چه کسی بر او گریه میکنه؟ فرمود: خواهرش هستن، ام کلثوم و زینب سلام الله علیهما. فرمود: دخترم، در آخر الزمان عده از دوستان شما و شوهرت میان، مرداشون مجلس میگیرن و میگرین بر او و زنهاشون هم مجلس میگیرن و میگرین. و یجددون العزا جیلا بعد جیل، و هر سال گروه و دسته و فئه و جیلی بعد جیل باز تجدید میکنن و عزاداری رو انجام میدن. حالا حدیث طولانی، حضرت صدیقه سلام الله علیها دستاشو بلند کرد، فرمود: خدایا شاهد باش تا اونها وارد بهش نشن من وارد نخواهم شد. پیغمبر خدا چنین فرمود، مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه همینجور فرمود: تا ضمانت میکنم برای اونها بهش رو. در حدیث دیگه خبر دادن به عزاداری و مجالس در ادامه مطلب دیروز، در آخر الزمان اونها همونهان که فرمود یؤمنون به سواد علی البیاز، به سیایی روی سفیدی ایمان آوردن. ما رو ندیدن، سیایی روی سفیدی چی؟ همین کتب حدیثه. فرمود اونها ما رو ندیدن اما ایمان به ما دارن، که پیغمبر خدا به سلمان ابوذر فرمود: گو از ما کسی بالاتر هست؟ با شماییم، نماز میخونیم در جنگ ها. چه حضرت فرمود: بله، در آخر زمان میان، اونها مقام و منزلتشون بیشتر از شماست، چون اونها ندیده خریدار ما شدن، شما تا معجزه ندیدید نیامدید. چه مقام و رتبه و منزلتی هست حالا اونها در محل خودش. سوال اینجاست رفقا: یه عده فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، به یه چیزهایی وارد مقولا میشن که قصد حالا چیه خدا میدونه. عزاداری میگن از زمان صفویه بود. حالا بحث علم و کتل و شبه های دیگر و حضرت رقیه سلام الله علیها و مطالب دیگر که شیعه رو به جون هم بندازن، اونای وادی دیگریه، فردا اشاره میکنیم حسب توفیق. صفویه اومدن و یه بودجه دولتش تصویب کرد و که مجالس تعزیه خانی رو ساختمان ساختن براش، برای اون نقیق گرفت. از تکیه دولت تهران شروع شد به بعد. اولا رسمیتش در تعطیلی، معز الدوله دیلمی 353 هجری قمری، دیالمه آل بویه 50 سال حکومت دست شیعه افتاد بغداد. اولین بار 353 معز الدوله دیلمی روز عاشورا و قدیل و تعطیل رسمی اعلام کرد. دستورم داد سردر دکاکین از طرف حکومت پلاس مشکی دادن و خانه ها بزنید،
شبها دسته عزای زنانه بیاد بیرون، روز هم دسته عزای مردانه. خود معزالدوله با لشکرش از بغداد سینه زنان رفت به کاظمین برای عرض تسلیت خدمت کاظمین علیه السلام. این چیز حالا تازه تازه در تاریخ بغداد هم داره، ابن عساکر هم داره، میگه سنه 400 رفتم در بغداد محله کرخ، دیدم دکاکین تعطیله، یعنی 1031 سال قبل سر گذرها چهارراه سراها دیدم آب سرد و شربت مجانی دارم به مردم میدن. گفتم چه خبره؟ گفتن الیوم یوم عاشورا، مدرک مال مخالفینه، به یاد شهدای کربلا داریم آب شربت میدیم و تعطیله. عزاداری از زمان صفوی هم نبوده. کجاست؟ ملدون آدم. حرارت قتل سید الشهدا علیه السلام فرمود در قلوب مؤمنین لا تبرد ابدا، حدیث روز اول، این هم قبل از شهادت هم بعد از شهادت. میخوام خوب دقت کنید در مطلب، برای بعضیا بدونن، مجالس خوب، اما یه چیزی بدونیم، گل برای چی به سر ما میمالیم؟ چرا پا برهنیم؟ چرا سینه میزنیم؟ چرا زنجیر میزنیم؟ چرا آب سرد میدیم؟ چرا مشکی میبوژیم؟ عرض خواهیم کرد اینها رو. آدم ابوالبشر از بهش بیرون کردم، 40 روز در فراق حوا گریه کرد. امام صادق علیه السلام مفرمد از بس گریه کرد اشک شوره گوشت و خورد. جبرئیل نازل شد، خدا رو به اسامی این پنجتن که در سرادق عرش مکتوب قسم بده، من میگم تو بگو. این بزرگوار فرمود به نام امام حسین علیه السلام رسید، فخنقت حل عبره، گریه را یه گلوی آدم رو گرفت تا نام حسین چید. و آدم این چه اسمیه؟ جبرئیل شروع کرد به گفتن، واقعه رو نقل کرد و آدم ابوالبشر گریست تا اینکه یا آدم اونقدر تشنگی بر او غلبه می کند در ظهر عاشورا، حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، مثل کسی که دود ببینه جلوش اینجور تار میشه، حرکت کن حاجتت برآورده میشه و میبینی حوا رو، حوا رو یه جا گذاشته بود. امام صادق علیه السلام مفرمد توبه آدم به عشق بر سید الشهدا قبول شد در اون ترک اولا. خب رفت مقداری حوا رو پیدا کرد. خوب دقت کنید، امام علیه السلام مفرمد اون جایی که حوا رو پیدا کرد کربلا بود، زمین کربلا، یعنی گم شده ی انسان هم تو کربلا است. تمام وقایع نقل کرد و آدم گریست. عزاداریه. خب حضرت ابراهیم علی نبی والی و علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمد عبور میکرد با اسب، پای اسب رفت توی چاله، خورد زمین، خلیل الرحمن، فشج رأسه، سر شگست، و سال الدم علی وجهه، خون به صورت جاری شد. الهی و سیدی چی شده؟ ترک اولا کرده، خلیلت ندا رسید؟ نه، اینجا که خوردی زمین کربلاست، اینجا که سرت شکست قتلگاهه. خواستیم تأسی به نبی پیغمبر آخر الزمان. چه شده؟ ابراهیم با صورت خونی نشست، جبرئیل روزه خوند و ابراهیم گریست. تمام وقایع فرمود. حضرت شعیب چوبون ها آمدن گفتن آه گوسپندار، یه وادی رسیدیم، بی آب علف بودیم، ما رسیدیم به یه وادی سرسبز، اما 3 روز نه علف میخورن نه آب. سجده کرد، در سجده گریه و ناله، خدایا چه شده؟ ندا رسید یا شعیب اینجا کربلاست، در آخر الزمان نوه و نتیجه و اولاد پیغمبر آخر الزمان رو در این زمین محاصره می کنند، 3 روز آب رو بر اونها می بندند، حیوانات تأسی دارن می کنند، در اون تشنگی حیا می کنند چیزی بخورن. جبرئیل می گفت، شعیب گریه می کرد. عزاداری و روزه تاریخش کجاست؟ قرار شد عالم رو طوفان بگیره،
مولانا الباقر سلام الله علیه می فرماید به نوح علی نبی نوالی و علیه السلام دستور ساختن سفینه و کشتی داده شد. خب ایشون کوزگر بود، نجار که نبود. جبرئیل تعلیم داد، ایشون می ساخت. خب خدایا، خب ضمانتش چیه؟ غرق شد کشتی. 5 نام آورد با میخای فولادی به دماغه کشتی، اینها رو بکوب. یکی یکی کوبید به زبان عبرانی، رسید به نام پنجمی. تا میخاشو میکوبید، فخنقت هل عبره، گریه رای گلوی نوح رو گرفت. گفت یا اخا جبرئیل، این اسم چه اسمی؟ غم به حالت حزن و گریه به من دست داد. جبرئیل وقایع و گفت نوح گریست. این کشتی در آثار باستانی که در موزه مسکو نگهداری میشه نگاه کنید، کتاب فارسی که دم دست همه، چهره درخشان حسین ابن علی علیه السلام، تاریخ روزنامه اطلاعات اون وقتم نوشته و شمارشو که در مرز مسکو و شوروی حفاری میکردن، به کشت به چوبهای قیلندود که تو قیل بوده برخورد کردن. اسامی به عبرانی بود، 25 زبانشناس گفتن اینها اسامی 5 تن، به عربی ترجمه کردن و انگلیسی، بقایای کشتی حضرت نوح الان در موزه مسکو نگهداری میشه. اون واقعه و اون عشق، حالا تازه این نه، مجلسی دیگری هم داشته نوح. خب همه جا پر آب شد، پسرش هم که غرق شد. سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، قرآن مفرد. تو این 70-80 تا 82 تا 73 تا 75 تا علی اختلاف روایات، مؤمنین و مؤمنات و حیواناتی که نر و ماده، قرآن مفرمد من الزعن اثنین، من الابل اثنین، من البقر اثنین، هر کدام یه وقت دیدن کشتی داره میلرزه. خدای ضمانت کردی کشتی غرق نشه. ندا رسید یا نوح، کشتی رو زمین کربلا واقع شده. باد جبرئیل وقایع گفت و نوح گریز. روزخانی تو کشتی. موسی علی نبی نوالی و علیه السلام عبور میکرد، شبانی میکرد، بند کفش پاره شد، تیغی به پای موسی رفت، تیغ رو کشید، مقداری خون اومد بیرون، دستاشو بلند کرد، کلیم الله، به خلیلش و به کلیمش خدا کربلا رو اینجور فهمونده، به ابراهیم اونطور، به موسی اینجور. قطره خون، خدایا ترک اولای از من سر زده. ندا رسید نخیر، در این زمین در فلان سال این اتفاق میفته. حدیث طولانی در مصادر شیعی بالغ بر 14 سند داره. عصر عاشورا این زن و بچه با پای برهنه در این زمین میدوند از دست دشمنان، پاهاشون اینجور میشه، مجروح میشه. یا کلیم، خواستیم تأسی به نوه و نتیجه پیغمبر آخر الزمان، تیغی هم به پای تو بره. موسی نشست و گریه میکرد، به حدی ندا رسید یا کلیم، صغیرهم یموت عطشا، کوچکاشون از تشنگی میمیرن، و کبیرهم جلده منکمشا، بزرگا زیر آفتاب پوستشون خشک و کشیده میشه. ندا رسید یا موسی، 10 چیز به پیغمبر آخر زمان دادیم، الصوم و الصلات و الحج و الزکات، تا رسید و العاشورا. الهی عاشورا چیه؟ فرمود البکا و تباکی علی سید الشهدا، گریستن، و اگر گریت نمیاد به صورت گریه. حدیث طولانی، امام صادق علیه السلام میفرماید اونقدر ثواب برای مجالس امام حسین ذکر کرد که موسی علیه السلام، خوب دقت کنید، موسی علیه السلام فرمود خدایا منو طول عمر بده در آخر الزمان در مجالس روزه شرکت کنم. ندا رسید این امر نشدنیه، اما میخوای در ثواب کسانی در اون مجالس میرن شریک باشه، فلعن قتلته 3 مرات، قاتلین او رو 3 بار لعنت کن.
قاتلین حسین ابن علی رو. موسی کلیم خواهش و تمناش آمدن توی مجالسه. حضرت عیسی با حواریون عبور کرد، یکی از حواریون نوعاً جلوتر میرفت، ابوالحارثی جلوشون گرفت. در لسان روایات عرب کنیه شیر ابوالحارثه، جلوشون گرفت. اومد یا روح الله نمیذارن ما عبور کنیم، حیوان درنده مفترسی سر را. خب پیغمبر منطق طیور و وحوش رو میدونه، اومد جلو. چرا راه رو گرفتی؟ فرمود یا نبی الله اینجا زمین کربلاست، نبی پیغمبر آخر الزمان به ما حیوانات الهام شده، در اینجا کشته میشه، ما برای زیارت این زمین آمدیم، تا قاتل اونو لعن نکنید نمیذارم از اینجا عبور کنید. توسل پیدا کرد، جبرئیل آمد واقعه کربلا رو گفت. عیسی و حواریون نشستند در کربلا، مجلس روزه برقرار شد، گریستند و لعن بر قاتل حسین ابن علی کردند و رفتند. مولانا الکاظم سلام الله علیه می فرماید سلیمان نبی علی نبی نوالی و علیه السلام سوار بساط قالی چش بود، حرکت میکرد با چند نفر از خواصش. یه وقت دیدن قالیچه به لرزه اومد، تا سابقه نداشته اینجور باشی، مثلش هم که نیست، بالانسش به هم خورده، خلاصه به هم ور شده. ندا رسید یا سلیمان، قالیچه در هوای کربلا واقع شده، زیر اینجا کربلاست. جبرئیل خوند، رو قالیچه گریستند. ما من نبی الا وقد زار کربلا و قال، هر پیغمبری اومده اونجا زیارت کرده، و قال انک لبقعت کثیره الخیر یدفن فیك القمر الازهر. هر پیغمبری آمده، کی فرموده؟ عیسی ابن مریم فرموده. هر پیغمبری آمده کربلا رو زیارت کرده و فرموده در تو اون ماه بسیار نورانی دفن خواهد شد، تو بقعه کثیر و خیری، با برکتی هستی که اون ماه بسیار نورانی در تو دفن خواهد شد. امیر المؤمنین علیه السلام در برگشت از صفین فرمود مئتا نبی، مئتا وسی، مئتا سبت، کلهم شهدا دفنوا فی کربلا. 200 پیغمبر، 200 وسی پیغمبر، 200 نوه دختری پیغمبر، همه شهید در کربلا دفنند. آخرین اونها سبت الاسباد، آقا حضرت سید الشهدا سلام الله روزخانی، پیغمبر خودمون عبور کرد. سلمان ابوذر مقداد توضیح داد اینجا چه زمینیه. از زمان صفوی آمده. این بحث یه امری، اگر روزخانی امام حسین علیه السلام نبود چیزی از دین نبود. اساس اتحاد شیعه روزه سید الشهدا علیه السلام، مجالس شیعه که هیچ دینی نداره. دیروز عرض کردم کلاس زیارت عاشورا، حدیث کسا، جامعه کبیره، آل یاسین، سماد، این مجالس شیعه داره، هیچ کس نداره. وقت و زمان معین رو میبینیم که چه خبر، چه نوریه. جایزه ای بزنن، قرعه کشی کنن، کسی اگه بیاد روزه، امر جبلی و خبر داده شده. 3 سال قبلی که از رفقا از لندن اومده بود، یه جایی مجلس بود، یه برگی زیراکس کرده بودن از کتاب انگلیسی آورده بود، گفت توی یکی از محله یه جایی مجلس بود، خواستیم روز عاشورا بیان بیرون. اینا گفتن نه، این ایرانی ها خلاصه باز میان بیرون سر صدا را میندازن، چیکار؟ گفتیم بابا عزاداری بحثی نیست. گفت نه، میخوان میتینگ بگیرن، نمیدونم چیکار کن. یه شیخی بود، اصالتش انگلیسی بود اما شیعه و درس خونده نجف بود، پیرمردی بود، یه کتابی آورد، تاریخ بریتانیای کبیر، عکس ملکه الیزابت هم پشتش بود. گفت این صفحه رو برید نشون بدید، اینا میذارن بیاین بیرون دون کلانتری. اون صفحه رو زیراکس کردن، ترجمه هم کردن برای من، بغلم و زیراکسی که در تاریخ انگلیسی حدود 8-9 نفر پروفسور و اون مورخین و باستانشناسانشون و امورات به قول ما در بلدان و شهرها و حرفا اون پایین پا
پاورقی دارن که بله در فلان کتاب هست، در فلان کتاب هم هست، که یه روز در انگلیس از صبح تا غروب شیرها، پنیر، ماست همه بدل به خون شده بود، حتی شیر می دوشیدن خون می بود. دن خب برد گفت این چه ربطی به شما داره؟ گفت ربطش اینه که اون روز روز عاشورای ماست، با اون سال که امام صادق علیه السلام فرمود سنی و شیعه هم نوشتن اطراف فرات و کربلا هر گیاه می کشیدید ریشش خونی بود، شاخه درخت می شکستن خونی بود. خوارزمی میسه تا 40 روز آب و خون رو دیوار و پشت بام‌های مردم کوفه بود، مثل این که آب و خون رو به دیوار ها ریخته بودن. و روز عاشورا تربت اصلی، تربت قتلگاه، هنوز که هنوز بدل به خون میشه. ما خودمون دیدیم در کفن حاج محمد یزدی خدا رحمتش کنه شهید شد، و بعضی رفقای دیگه در علما تربت اصلی که قتلگاه حالا بسته است. گفت این واقعه در سطح دنیاست، ما اعتقاد ماست، با تاریخ میلادی شما این تاریخ هجری ما همون روزه. خودمونم تایید کرده بودم، گفت امضا کرد، گفت خب دستی عزاتم بیاد بیرم. حدیث داریم در ظهر عاشورا حیوانات هم عزادارن، گیاهان هم عزادارن. چطور؟ امام می فرمد ریشه گیاه عبا می کنه در ظهر عاشورا آب بکشه به ساقاش، اونم میگه تشنه باشم لحظات. حیات و اقاریب، اقرب ظهر عاشورا سم نمیده، مار سم نمیزنه، اونام عزاداری می کنند. عزاداری از صفویه است. عالم محزون به امر سید الشهدا سلام الله علیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از صفین برگشتند. کجاز؟ القدیر علامه امینی رحمت الله. اتراق کرد. لشکر اتراق کرد. بعد واقعی دومت الجندل. یه قیلوله فرمودن حضرت قبل اذان ظهر به 10 دقیقه یه چرتی بزنه انسان، اگه وقت کنه برای حافظم خوبه، من تا بعضی قشولانه میکنن، این 10 دقیقه که میخوابن 3 پا میشنه وقته، نه اونجور نه. از خواب پا شدن آقا، ابن عباس میگه دیدم حضرت داره میلرزه و گریه میکنه. گفتم نامت عیناک فرعیت خیرا، انشالله خواب خوبی دیده باشید. منو ابن عباس چی گریه میکنید؟ فرمود اگر اونی من میدونم تو هم بدونی گریه میکنی. گفت دیدم ملائکه آمدن از آسمان، لقد خطو حول هذه الارض خطه، یه خطی کشید. حدیث طولانیه. وسط زمین یه درخت تنومند، زا اقسان و اولاد، شاخه و گل و شکوفه. دیدم شاخه بعد از دیگری هی زده شد، خون میاد از شاخه. یه وقت دیدم این زمین که دورش خط کشیدند شد یه دریا خون. دیدم وسط این دریای خون حسینم، ثمرت قلبی و مهجت فؤادی، عزیزی حسینی داره دست پا میزنه، و هو یستغیث ولا یغاث، کمکم کنید، کسی کمکش نمی کرد، و یستجیر فلا یجاه، صدا می کرد اما کسی اعتنا نمی کرد. امام حسین اونجا بود سلام الله علیه، ابوالفضل العباس بود، امام حسن سلام الله علیه بود. بعد آقا دست به سینه مبارک امام حسن گذاشته وقایع فرمود، و امام حسین علیه السلام فرمود اینجا ابوالفضل دو دستش قطع میشه سلام الله، اینجا علی اکبر از اسب میفته، اینجا تا قتلگارم فرمود، قتلگاه رم فرمود. کی برگشت از صفین؟ عرض کردم از زمان آدم تا زمان امیرالمومنین علیه السلام دارم. سلمان ابوذر بارها نشستن در این زمین گریه کردن، پیغمبر خبر داده بود ما من نبیین. بعد علامه امینی میفرمد دو تا از منافقین تو لشکر حضرت، یکی دو تا که زیاد خوارج برا افتاد دیگه، یه دو تا از منافقین اهل کوفه بودن، اینا گفتن اینقدر تصریح میکنه آقا اینجا پسرم کشته میشه، اینجا اینجا. لشکر کرا افتاد دنبال گشتن،
تو بیابون استخوان پای شتری، دست شتری پیدا کردن، اومدن و نزدیکی ها دفن کردن. اهل کوفه بوده، وقت میامد میرفت کشاورزی، جایی هی وارسی میکرد. تا سنه 61 شد، سنه 40 امیر المؤمنین علیه السلام به شهادت رسید، یعنی شهادت به فوز آقا رسید. سنه 61 واقعی عاشورا، بعد بردن اسرا سلام الله علیهن، اینا رو اومدن دنبال گشت ببینه اون جای آقا خبر داده همون جاست گودی، اومد وارسی کردید، اه همون جاست، همون گودی قتلگاه گود حسین ابن علی رو اونجا شمشیر شکسته و نیزه شکسته است و نی آتش زده و اونجا، اون وقت زد به سرش، ای وای چه کسانی رو از دست دادیم، 20 و چند سال واستادی حرف امام امتحان کنی. تمام انبیا زیارت کرده، بعد آقا پاشو از رکاب عصب در آورد امیر المؤمنین علیه السلام و دور زمین طواف کرد. اینجا فرمود 100 نبی 200 پیغمبر، 100 وصی وصی پیغمبر، 100 سبت 200 نوه دختری، 600 نفر، کلهم شهدا دفنوا فی کربلا. بعد فرمود به ابل مستضعف القریب، امیر المؤمنین بفرماید، شبیه به این از آقا حضرت صادق هم سلام الله علیه داریم نسبت به این ماجرا و واقعه کربلا. این وقایع، پس این روزخانی سابقش اینجاست، نه کسی اومده باشه. خوارزمی می نویسه تا 40 جساسین کوفه گچکارا می رفتن که گل گیوه و چیزای دیگه بیارن، صدای نوحه و عویل و مجلسی آورده اشعاری که برای سینه زنی های ماست و نوحه از روی گریه هایی که اجنه داشتن صبحا در گودی قتلگاه. مدرک مال مخالفینه، مدرک مال مخالفینه. جغدها اومدن ویران نشین شدن، برمود اینا کاخ نشین بودن. این سرصدایی که میکنن، امام صادق علیه السلام فرمود لعنه بر قاتلین حسین ابن علی میکنن. فرمود از وقتی که عمه ها و خواهران ما رو به خرابه بردن، اینا دیگه حیا کردن به کاخ ها برن، رفتن دیگه تو خرابه نشستن. مخالف نقل کرده میگه 3 پرنده خودشونو به خون قتلگاه کشیدن. یکی رفت در بلاد ایران در قزوین، فی قریه یقال لها زراباد، رو درخت چنار نشست. هر سال عاشورا، 28 سال قبل اونجا بودم من، صبح عاشورا خون از شاخه درخت. امام جماعت اونجا سید جلیل قدری بود، حالا اگر زنده است خدا طول عمرش بده، اگر نه خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود، برگاه آزمایش آورد. ببینید آقا اینو گرفتن بردن آزمایشگاه قزوین، همین گلبول های قرمزی که تو خون های ما هست، تو بدن ما هست. مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه، حاشیه عروه رو ببینید، از دمایی که از خون هایی که پاک هست، خون درخت زراباد قزوین مثل خون انسانه اما پاک. فقیه فتوا داد خدا میخواد این آز درختم عزاداری میکنه. امام فرمود پرنده ها پا شدند، در حین رفتن از باغ های کوفه عبور کردیدم بلبل ها دارن میخونن. فرمود چه کردید؟ قتل فرخ النبی، نوی پیغمبر رو کشتن، دارید خوش آواز اینجا میخونید؟ فرمود دیگه اینا تون صداشون هم عوض شد، اونا هم شروع به ناله و گریه کردن. فرمود وحوش بیابان گریستن بر ما، ولتمت علیک حور العین فی الجنان، حور العین هم اون بالا گریستن، آنکه بهش جای مطالب نیست. کلام در اینه، این عزاداری با اساسه، نه همین جور. و عرض کردم بساط مال جمع نیست، بله ید الله مع الجماعه، اما خدای کاری کرده همه عزاداری کنن. کجاست آب؟ آب هر وقت آب میخوری بگو صلی الله علیه و آله و سلم. 3 نصف شبم پا شدی همین جور، مریضم بودی همینجور. راه ذکری خدا برای هممون برای تطهیر و تنظیف قلوب آورده، حالا بحث عزاداری رو عرض میکنم اشارش فردا. اما اونقدر مطلبه که دیروز عرض کردم، حضرت عباس یا پریروز سلام الله علیه
فرمود به اون شخص این برای برادرم کجا گریه کرده؟ ما از تقصیرش گذشتیم. راه رو باز کرده خدا، ابواب نجات قرار داده، که از علما می فرمود که خدا روحش شاد کنه. بالا سر حضرت عباس علیه السلام زیارت می خوندم، دیدم یه زن عرب اومد با پتوی چیز رو انداخت کنار ذریعه، دستاش خمیری بود، کفشم تو پاش، به اهل کربلا بوده ایشون، حدود 20 سال فوت کرد. گفت نگاه کردم این خادم که میشنا، گفتم چه خبر شده؟ اینجور بی ادبی کرد با کفشم. دیدم دو تا زن دیگرم بغل این زنی چسته، میگه عباس با همین عباس، نه حضرت عباس، نه آقا، عباس، عباس، زود آقا، زود، شوهرم داره میاد، میدونی که نونم نپختم، خمیره آماده بوده، بد اخلاقم هست، سر صدا میکنه، آه زود باشید، بچه رو زنده کنید، میخوام برم. به همین راحتی. گفتم چی شده؟ اومدن پرسیدن که از زنها، گفت که آه این داشت خمیر میکرد، بچه رو پشت بون بازی میکرد، به سر افتاده تو کوچه، بردیم به بیمارستانی بود، گفت تمام کرده، اومدیم ببریم برای غسال خونه و عموهاش اومدن بقیه و اینا، صدا بزنید باباش بیاد. مادرش گرفت گفت کجا؟ عباس داریم ما؟ سلام علیکم. خوب آدم در خونه اهل بیت رفت ندار باشی حقیقتا. گاهی اوقات الفاظ نیست، خیلی ادب و احترام لازم و واجبه، اما وقتی ازق شعر رجلدک فدونک دونک آخر مکارم الاخلاق امین الاسلام تبرسی، فرمود مو به تند راز شد، دماغت سوخ، بگیر به چسب اونجا دیگه. گفت دیدم هی داره میگه، اما یه وقت دیدم که ازن چسبید به ذریح، او اسم مخصوص رو برد، گفت یخو زینب. برادر زینب میخوام برم آقا. وقتی دیدم پتو داره تکان میخوره، بچه پا شد، زن دستشو گرفت، پتو رو برداشت زیر بغلش، دیگه بر نگشت به ذریح بگه چه خبره، راه افتاد. اونا میدونن شیعهاشون چه شد. خدا اینها رو اینطور قرار داد. آقای به این بزرگی و عظمت، وقتم گذاشتم و عرض کنم، امام میفرماید هیچ وقت همراه امام حسن و امام حسین راه نمیرفت، همیشه پشت سر حرکت میکرد. تو منزل می آمدن سر سفره، منزل خودش دعوت میکرد، بیرون اتاق پا برهنه می ایستاد، و حالی که روایت داریم صاحب منزل شروع کنه به خوردن، بعد بقیه مهمونا بخورن، آخر از همه دست برداره. وقت امام حسن تا زنده بود می فرمود بعد امام حسین داداش عباس بیا تو، می اومد تو می شست، تا دست به قضا اینها دراز نمی کردن، نگاه می کرد، دست دراز نمی کرد. امام صادق علیه السلام مفرمد کان عمنا العباس ابو الفضل، صاحب و پدر همه فضیلت ها بود. مفرمد یک بار تحدید و نظر نکرد، به چشم امام حسین نگاه نکرده بود، بیست همیشه سرش پایین بود، اما کنار القمه فرمود داداش خون این چشم رو برطرف کن. ولو این مربوط به تاسیعاس، اما بگم امام حسین به دست شریفش تیرد چشم برادر کشید، چه حالی داشت، اومد بغل کنه، ارباب مقاتل نوشتن چار مقتل، اومد بغل کنه، دید تیر مشک و چسبنده به سینه عباس سلام الله، تیرها رو یکی بعد از دیگری کشید. شاعر عرب میگه بر معصوم، بر امام حسین چه گذشت وقتی از بدن عباس تیرها رو میکشید، اما امام داره تیر میکشه، ابوالفضل سلام الله علیه یه طوری برخورد میکنه که هیچ دردی نداره، مبادا برادر تو. فرمود داداش با این چشم من میخوام یه بار دیگه جمال دل رو با تو ببینم.
نگاه کرد. اما داداش تا زنده منو طرف خیمه ها مبر برادر، که خجالت زد زان تشنه لب بیشیره. ذکر مصیبت من همین. امام سجاد علیه السلام میفرماید هی دید سر رو داره میکشه میاره رو زمین، دو دستی سر رو گرفته بود آقا، علت چیه بمونه. یک بار و دوباره این سر رو کشید آورد رو زمین، از رو زانو ای میکشید رو خاک میگذاشت. آخه فرمود داداش ما تفعل چه کار داری میکنی؟ داداش دارم میبینم چند لحظه دیگر تو گودی قتلگاه کسی نیست سر شما رو به زانو بگیر، میخوام منم سرم رو زمین بگذارم. یه چند لحظه گذشت، دیدن آقا یه دستو به کمر گرفته، یه دستو به عصام. الیوم نامت اعیون به کلم تنم و تسهدت اخرام فعز منامها. السلام علیکم یا اهل بیتن.